سازمان عفو بین‌الملل با برگزاری یک تجمع اعتراضی در برابر سفارت عربستان سعودی در لندن خواستار آزادی وبلاگ‌نویس عربستانی رائف بدوی شده است. آقای بدوی 3 سال پیش به دلیل انتقاد از حکومت عربستان بازداشت و زندانی شد. دادگاه در عربستان او را به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم کرده است. او تاکنون 50 ضربه شلاق را تحمل کرده، اما هنوز 950 ضربه دیگر از حکم شلاق او باقی مانده است. گزارش اصل رحمانی را ببینید. به مناسبت یکمین سالگرد اجرای حکم شلاق وبلاگ نویس عربستانی رائف بدوی، عفو بین‌الملل روز جمعه در برابر سفارت عربستان سعودی در لندن تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کرد. آقای بدوی سال گذشته در ملأ عام در شهر بندری جده 50 ضربه از مجموع 1000 ضربه‌ای که به آن محکوم شده را دریافت کرد. رائف هنوز در زندانه و در حال گذراندن 10 سال محکومیتشه. وی هنوز هم باید 950 ضربه دیگه دریافت کنه. هیچ تغییری در محکومیت اون رخ نداده. بنابراین امیدوارم که این تجمع و توجه دیگران به پرونده وی اجرای بقیه حکم را متوقف کنه. ما خواستار آزادی او هستیم. او فقط از حق آزادی بیان خود استفاده کرده. آقای بدوی 3 سال پیش در پی انتقاد از حکومت عربستان که مقامات آن کشور آن را توهین به اسلام تلقی کردند، بازداشت و زندانی شد. دادگاه عربستان آقای بدوی 31 ساله را به 10 سال زندان و 1000 ضربه شلاق محکوم کرد. در حال حاضر اجرای بقیه حکم شلاق وی به علت بیماری به وقت دیگری موکول شده است. عفو بین‌الملل اعلام کرد که قرار است توماری با بیش از 250,000 امضا که خواستار آزادی این وبلاگ نویس عربستانی هستند را به سفارت این کشور در لندن تحویل خواهد داد. جایزه حقوق بشری ساخاروف در اروپا سال 2015 به آقای بدوی رسید. جایزه حقوق بشری ساخاروف توسط پارلمان اروپا اهدا می شود. این نهاد از پادشاه عربستان خواستار آزادی او شد. جایزه ساخاروف از سال 1988 به فعالان حقوق بشر و آزادی اهدا می شود. اصل رحمانی، صدای آمریکا.